تو این ویدیو به شما یاد میدم چگونه یه ریش بلند و کوتاه کنی، مرتب کنی و خط خوشگل بگیری. با من همراه باش. ابتدا با شونه 6 میلیمتر کنار ریش رو خالی میکنید، ولی زیاد پایین نرید چون ما میخواییم یه روند افزایشی رو به سمت چانه بریم. یعنی ریش قسمت چانه میخواییم بلندتر باشه. بعد از اینکه کارمون با 6 تموم شد، 4 نمره روی ماشین میذاریم، گارد رو باز میکنیم و ادامه 6 میلیمتر رو به سمت بالا حرکت میکنیم. بعدش هم شماره 4.5 میلیمتر رو میذاریم کنار و از گارد ماشین استفاده میکنیم، بازش میکنیم و کم کم میبندیمش که کلن قسمت شقیقه رو محوش کنیم، وصل بشه به سر. حالا نوبت شونه 3 میلیمتره. 3 میلیمتر روی ماشین سوار میشه، گارد باز و ادامه 4.5 میلیمتر رو میریم به سمت بالا. بعدش گارد رو میبندیم، فقط با شونه 3 میلیمتر به سمت بالا حرکت میکنیم. حالا شونه عوض میشه و شونه 1.5 میلیمتر روی ماشین میاد، گارد باز، ادامه 3 میلی رو به سمت بالا میریم، بعدش گارد رو میبندیم که کاملا محو بشه و وصل بشه به گارد بازمون. همونطور که میبینید از 6 میلیمتر کار به سمت شقیقه رفته و کاملا محو شده. کنار گوش رو با ماشین خط میگیرم و حالت نیم هلال درستش میکنم این خط رو که گوشه دار باشه. بعدش میرم سراغ خط زیر گردن. به همین شکلی که میبینید خط زیر گردنم انداختم و در انتها یک گوشه درست کردم. بریم سراغ ادامه 6 میلیمتر به سمت چانه که باید یه روند افزایشی باشه و قسمت چانه ریش بلندتر باشه. از مشتری میپرسم که چقدر میخوای این ریش کوتاه بشه. به من اندازه داد و من در اون اندازه‌ای که ایشون خواست ریشو کوتاه کردم. یعنی از قد زیر چانه‌اش کوتاه کردم. روشی که دارم استفاده میکنم روش فری هنده، یعنی دست آزاد، ماشین توی هوا و کوتاهی انجام میدم. جایی هم که شونه میزنم و با ماشین دارم انجام میدم بهش میگن اوورکام کلیپر، یعنی روش شونه و ماشین اصلاح. این سیستم، یعنی سیستم اوورکام کلیپر، خیلی سیستم مهمیه. این شونه ای که دست شماست حکم یه فرمانده رو داره و میتونه برای شما شکل سازی انجام بده. ببینید، شونه رو توی ریش میندازم و بعدش بهش زاویه میدم و ماشین اصلاح میاد برش میده. و در حال حاضر که دارید تماشا میکنید روش فری هند رو دارم میرم با ماشین، یعنی دستم آزاده، فقط ماشین تو دستمه، شونه در کار نیست و مو رو اون شکلی رو که میخوام برش میدم. سیبیلم یه مقداری کوتاه میکنم، از بلندی سیبیل که اومده روی لب گرفتم. حالا میام سراغ شکل سازی قسمت فک. همونطور که میبینید باید جوری ریشو کوتاه کنم که به اون فیس شیپ، یعنی شکل صورت بیاد و آرایشگر اینجور موقع باید سلیقه به خرج بده و از روی تجربه و آموزشایی که دیده این کارو انجام بده. قسمتایی که تشخیص میدم هنوز یه مقدار باید شکل سازی انجام بشه. همونطور که میبینید با شونه و ماشینم کوتاهی انجام میدم. بعضی جا نیازه که فری هند باشه، یعنی دست آزاد، فقط ماشین کار کنه و بعضی جا هم اوورکام کلیپر یا اوورکام کلیپر به کار میره. میرم سراغ خط زیر گردن و اول حتما باید خط رو با ماشین اصلاح هم بندازم یا با خط زنتون میتونید بندازید، هیچ فرقی نداره. البته برای من فرقی نداره چون تیغاشو جوری تنظیم کردم که کار خط زنم برام انجام بده. البته باید توجه کنید که ماشین اصلاحتون اونقدر تیز نباشه که به پوست آسیب بزنه. یعنی من تیغاشو جوری تنظیم کردم که هم صفر بزنه و به پوستم آسیب نزنه. همونطور که می‌بینید یه مقدار فری هند میرم. بعضی جا هنوز اون شکلی رو که میخوام در نیومده، پس بعضی جا رو کم و زیاد میکنم که به شکل دلخواهم برسم. دوستان لطفاً اگر هنوز مشترک چنل یوتیوب ما نشدید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم فعال کنید و کلی محتوای آموزشی آرایشگری توی چنل هست، میتونید اونا رو تا
تماشا کنید و حتما دوستان این ویدیو رو میبینید لایک کنید، کامنت بذارید که این ویدیو وایرال بشه. خیلی مخلصیم. این قسمت ریش رو فید کردیم، بریم سراغ اون قسمت. ببینید تفاوت رو احساس کنید چقدر تغییر کرد. و بریم سراغ این قسمت و این قسمت هم قرینه اون قسمت در بیاریم. دقیقا همین کاری که اون ور صورت انجام دادیم، این ور صورت هم انجام میدیم. با 6 میلیمتر میایم پایین، ولی تا قسمت چانه نمیریم، چون میخواییم روندمون روند افزایشی باشه و ریش قسمت چانه بلندتر باشه. شونه 4.5 میلیمتر رو سوار ماشین میکنیم و 4.5 میلیمتر گارد باز و بعدش هم گارد بسته به سمت بالا حرکت میکنیم. و حالا از گارد باز ماشین استفاده میکنیم، یه مقدار میاییم پایین و هرچی به سمت بالاتر حرکت میکنیم گارد رو کم کم میبندیم که فید بشه، وصل بشه به سر. بعد از اینکه کارو کامل وصل کردیم به سر، میریم سراغ شونه 3 میلیمتر. شونه 3 میلیمتر رو سوار ماشین میکنیم، گارد ماشین باز و ادامه 4.5 میلیمتر رو به سمت بالا حرکت میکنیم. بعدش گارد ماشین رو میبندیم و بعدش میریم سراغ شونه 1.5 میلیمتر گارد باز، یعنی 1.5 روی ماشین و گارد باز، و بعدش هم گارد رو میبندیم و همونطور که دیدید کار وصل شد. حالا بریم سراغ ادامه ریش، از قسمت فک وصلش کنیم به قسمت چانه. تکنیک آورکام یا اوورکام کلیپر رو انجام میدیم. شونه و ماشین از قسمت فک زاویه میدیم تا قسمت چانه. اینجا رو فری هند میریم، یعنی دست آزاد. قسمت زیر گردن رو به همین شکل میگیریم و بعدش میاییم سمت سیبیل. سیبیل هم یه مقدار کوتاه میکنیم. دوستان اگه سختتونه که سیبیل رو با شونه دستی و ماشین کوتاه کنید، میتونید از شونه استفاده کنید، شونه الحاقی ماشین استفاده کنید. قسمت کنار گوش هم گرفتیم، میریم سراغ خط زیر گردن. دقت کنیم که قرینه باشه، یه قسمت بالا نباشه یه قسمت پایین. اینو باید پشت سر مشتری وایسیم و سر مشتری رو به عقب بره و ما بتونیم توی آینه نگاه کنیم و خطو دیگه خیلی راحت میتونیم اونجوری تشخیص بدیم که قرینه باشن. دوستان دقت کنید، از قسمت فک وقتی میخواییم بیاییم به قسمت چانه، بهترین راه اینه که از آورکام کلیپر استفاده کنید، یعنی از شونه و ماشینتون استفاده کنید. اگر شونه الحاقی روی ماشین بندازین، نمیتونید این روند افزایشی رو برید. چرا؟ چون این قسمت بلنده و شونه الحاقی شما به شما اجازه نمیده بتونید شکل سازی درستی انجام بدین. پس حتما از تکنیک فری هند، یعنی دست آزاد، و شونه ماشین استفاده کنید که کارو به زیبایی تمام در بیارید. بلندی سیبیل رو میگیریم به همین شکلی که میبینید و حالا یه مقدار سیبیل رو کوتاه‌تر میکنیم. ببینید با دست اندازه میگیرم که ببینم اگر جایی بلندتر از سیبیل اون قسمت رو کوتاه کنم. چون ریش در ابعاد بلندتریه، با دست میکشم دو سمتو، با چشمام نگاه میکنم و اگر بلندی ببینم اون قسمت رو کوتاه‌تر میکنم که قرینه بشن، یه قسمت بلند نباشه یه قسمت کوتاه. خیلی باید دقت کنید. طبق تجربه‌ای که دارم، مشتریایی که هم اصلاح سر و ریش دارن بیشتر روی ریششون حساسن و روی موهاشون اونقدر حساس نیستن. پس شما با درست انجام دادن کار ریششون میتونید جذبشون کنید. پس لطفاً اینقدر کار ریش رو سرسری نگیرید. همونجور که
وقت میذارید اصلاح مو رو به درستی در بیارید، حتما روی کار ریشتونم تمرکز کنید که به نحو احسن درش بیارین. روی قسمت چانه کار میکنیم و با روش فری هند شکل سازی نهاییمون رو انجام میدیم. جایی که کم و زیاد داره یه مقدار بلنده رو، یا اینکه درست محو نشده کار، اونو درستش میکنیم. در قسمت زیر چانه بعضی موها خودشونو کشیدن داخل، پس ما شونه میندازیم و این موها رو بیرون میاریم و میزنیمشون. خیلی به اون قسمت که گفتم دقت کنید، چون بسیار مهمه. اگر مشتری دست زد زیر چانش و ریشاشو مثلا کشید پایین، میبینه که یه مقدار بعضیاشون بلندن و باز فکر میکنه شما ریش رو خراب کردید. پس دقت کنید به این موضوع. بریم سراغ خط گرفتن با دست تیغ. همونطور که دیدین با ماشین اسلام من خط زیر گردن رو کامل انداختم، کنار گوش و خطش رو انداختم که کارم رو آسون کنم و با دست تیغ فقط موهای زائد رو بزنم. از ژل قبل اسلو استفاده میکنم که پوست مشتری موقع تیغ زدن اذیت نشه و تیغ خیلی راحت روی پوست سر بخوره. همونطور که میبینید خواب موهای ریش رو به بالاست، پس من موافق خواب مو حرکت میکنم، مخالف حرکت نمیکنم، موافق حرکت میکنم که پوست گردن اذیت نشه. میام سراغ کنار گوش و شکل سازیمو انجام میدم. به صورت نیم هلال موهای زائد رو میتراشم. بعضی جا نیاز از نوک تیغ استفاده کنم، بعضی جا نیاز از ته تیغ استفاده کنم، باید کار با دست تیغ رو کاملا بلد باشم. بعد از اینکه موهای زائد زیر گردن رو زدم، میام سراغ این قسمت و کنار گوشم شکل سازیش رو انجام میدم و همیشه که میبینید با نوک تیغم شکل سازی مو انجام میدم، یه نیم هلال در میارم. و حالا بریم سراغ خط ریشمون. روی گونه ها یه مقدار ژل میمالم که دست تیغم راحت حرکت کنه. این قسمت هم همینطور. ایشون پنجرهای زیر لبش هم خالی میکنه. پوست صورت رو میکشم چون میخوام یه نیم هلال درست کنم. خطریش هم گرده، پس پوست رو میکشم. از نوک تیغ استفاده میکنم بعضی جا، بعضی جا از تمام تیغ استفاده میکنم و بعضی جا هم از ته تیغ. باید ببینم که موقعیتی که ایستادم و صورت ایشون از من چی میخواد. بعضی جا از من میخواد که حتما باید از نوک تیغ استفاده کنم،
و بعضی جا هم نیازه که از ته تیغ استفاده کنم. ببینید اینجا از تمام تیغ دارم استفاده میکنم. حالا میایم سراغ این قسمت. ژلریشو میمالیم روی صورت و بعدش پوستو یه مقدار میکشیم. اینجا دارم از تمام تیغ استفاده میکنم، پوستو میکشم، از تمام تیغ استفاده میکنم، پوستو که ول میکنم دوباره گرد میشه خط ریشم. اینجا از ته تیغ دارم استفاده میکنم، ببینید از ته تیغ، و حالا از نوک تیغ دارم استفاده میکنم. با شستم پوست صورت رو میکشم که بتونم خیلی راحت روی پوست کار کنم و خطریشو به صورت گرد در بیارم. و نکته دیگه که اضافه کنم اینه که دوستان عزیز، ممکنه مشتری از شما بخواد ریشش بلندتر باشه، پس شما میتونید با این آموزشایی که بهتون دادم ریشو یه مقدار بلندتر یا کوتاه‌تر از این ریش انجام بدید. اینم از پایان کار، امیدوارم که دوست داشته باشید و توضیحات کامل بوده باشه. موفق باشید، تا دور دیگر، بدرود.